صومعه سرا با آتش کشیدن پایگاه بسیج ضد مردمی، مرگ بر خامنه ای، درود بر رجوی. فعالیت‌های کانون‌های شورشی در شهرهای میهن. محرم ماه خونه، خامنه‌ای سرنگونه. حکومت یزیدی سرنگون. راه حسین در ایران راه مجاهدین است. حرکت‌های اعتراضی غارت شدگان، کارگران، خانواده‌های زندانیان زیر اعدام و سایر اقشار مردم در نقاط مختلف کشور علیه سرکوب و چپاول رژیم آخوندی. بیانیه 37مین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران، فصل ششم. گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، کارزاری دیگر در سال فوران قیام ها. قرائت نامه رئیس جمهور آمریکا در اجلاس آژانس در وین توسط وزیر انرژی آمریکا در اجلاس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. دونالد ترامپ: ما باید تضمین کنیم که همه مسیرهای رژیم تهران به تسلیحات اتمی به طور دائم مسدود شود. Iranian diplomat was arrested in July for supplying explosives to terrorists seeking to bomb a political rally in France. اظهارات وزیر انرژی آمریکا درباره تروریسم رژیم و دستگیری اسدالله اسدی. یک دیپلمات رژیم ایران در ماه ژوئیه به خاطر فراهم کردن مواد انفجاری برای تروریست‌هایی که قصد داشتند در یک گردهمایی سیاسی در فرانسه بمب گذاری کنند دستگیر شد. وزیر خارجه آمریکا: با آمدن 4 نوامبر قوانین متفاوتی در مورد هر کسی که بخواهد با رژیم ایران تجارت کند اجرا می شود. بسیاری از کشورها از هم اکنون دست به اقداماتی برای ترک ایران زده اند. فضیحت بزرگ جواد ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندی و درخواست وی برای بستن حساب‌های توییتری مربوط به مجاهدین. یک رسوایی مضاعف رژیم پس از بستن حساب‌های جعلی آن در مهمترین شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی در اول شهریور. مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت: وزیر خارجه رژیم آخوندها در اقدامی مضحک برای پوشاندن فضاحت بستن حساب‌های رژیم در شبکه اجتماعی از توییتر خواست حساب‌های مقاومت را ببندد. این بیانگر وحشت بزرگترین حامی تروریسم از قیام مردم ایران در آستانه تحریم‌های نفتی است. گزارش رویتر درباره درخواست جواد ظریف از توییتر:
وقتی از طرف خبرگزاری رویتر با توییتر در ایالات متحده تماس گرفته شد، توییتر از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. علی خامنه‌ای ولی فقیه رژیم ایران، ایالات متحده و اسرائیل را متهم کرد که یک جنگ رسانه‌ای برای دلسرد کردن مردم در ایران به راه انداخته‌اند. یورونیوز توییت جواد ظریف هدف انتقادهای شدید قرار گرفت و بسیاری از کاربران در بخش نظرات نوشتند که نه ربات هستند و نه غیر واقعی و از آلبانی هم توییت نمی کنند. وزیر امور خارجه ایران روز 10 شهریور نیز نوشت بیشترین حضور در توییتر از سوی ایرانیان و کسانی است که با ما رابطه خوبی ندارند. خبرگزاری رویتر در ماه اوت شرکت فیسبوک، توییتر و آلفابت جمعاً صدها حساب مرتبط به عملیات تبلیغاتی منتسب به رژیم ایران را بستند. قیز روزنامه سپاه پاسداران از فعالیت‌های اینترنتی مجاهدین و حامیان مقاومت ایران. مجاهدین خودشان رباتوار فعالیت ضد نظام دارند و دوم اینکه در فضای توییتر ایجاد ربات می کنند. روزنامه حکومتی اعتماد از باند روحانی سیاست‌های همراهان دونالد ترامپ در کاخ سفید در حمایت از مجاهدین خلق در 6 ماه گذشته توجه بین المللی بسیاری را به سمت این گروه جلب کرده است. مقاله روزنامه فرانسوی لوموند تحت عنوان ایران طوفان نزدیک می شود. رژیم ایران هم در داخل و هم در خارج کشور در موضع تدافعی قرار گرفته و به هر سو که می چرخد با مانع مواجه می شود، به طوری که آشکارا نگران آینده خود در کوتاه مدت است. افشای سرقت گسترده اینترنتی رژیم آخوندی از دانشگاه‌های انگلستان. روزنامه تلگراف این نقض امنیتی به معنای آن است که بالاترین دانشگاه‌های انگلستان عملاً از همکنون برای دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. اعلام توقف پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز انگلستان از لندن به تهران از روز 31 شهریور. اوجگیری مخاصمات درونی رژیم و اظهارات رئیس جمهور قبلی آخوندها علیه رئیس اطلاعات سپاه پاسداران. احمدی نژاد حسین طائب رئیس اطلاعات سپاه تعادل ندارد و همه می دانند که او چه کرده است. یادی از شهیدان مجاهد خلق در شهر رشت قسمت دوم پخش در انتهای اخبار.
سال سال خون آخوند سرنگونه، حکومت یزیدی سرنگون سرنگون سرنگون. کرمانشاه شهریور 97. We'll be right back.
غارت شدگان کاسپیان در تهران در مقابل بانک مرکزی رژیم تجمع اعتراضی برگزار کرده و خیابان میرداماد را بستند. تجمع سپرده‌گذاران مجاز کاسپیان مقابل بانک مرکزی خاریه، سفره ما خاریه. ما بندگان الله غارت شدیم به والله. ما بندگان الله غارت شدیم به والله. ما بندگان الله ماشاءالله ماشاءالله این جمعیت غارت شدیم به والله. خارجی سر که میخواد قانون خلق عوض میشه، خارجی سر که میخواد قانون خلق عوض میشه. متاسفانه آقای روحانی جای محاکمه آقای زید شروع مشاور مالی ارزی خودشون کردن و این مورد خشم سپرده گذارن. ما بیدیم سر نمیخوای قانون خر عوض میشه. ما بیدیم سر نمیخوای قانون خر عوض میشه. چید ماها رو که زدن بعدی شمایید هموطن. غارت شدگان مؤسسه کاسپیان در رشت در اعتراض به غارت دارایی‌هایشان توسط این مؤسسه غارتگر متعلق به سپاه پاسداران تجمع کردند. آنها از جمله شعار می‌دادند: مرگ بر گرانی، مرگ بر ستمگر، مرگ بر غارتگر. خانواده‌های زندانیان زیر اعدام در قیر و کارزین روز یک شنبه برای سومین روز در مقابل فرمانداری رژیم در شهرستان قیر و کارزین تجمع کردند. روز دوشنبه 26 شهریور جمعی از مردم رودبار کوهنانی از شهرهای استان لرستان در اعتراض به بیابی و مشکل جاده در مقابل فرمانداری و اداره راه و شهرسازی رژیم در شهرستان کوهدشت تجمع کردند. کارگران بازنشسته کارخانجات ایران پوپلین رشت در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌های عقب افتاده و همچنین سود سهام سهامداران که سالهاست پرداخت نمی‌شود دست به تحصن زدند. جوانان جویای کار شهرستان دشت آزادگان که دوره‌های تخصصی نفت را گذراندند در اعتراض به بیکاری و تبعیض در استخدام مقابل منزل عضو رژیم در مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برگزار کردند. بیانیه 37 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران. فصل ششم، گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، کارزاری دیگر در سال فوران قیام‌ها.
47 گرد همایی بزرگ سالانه مقاومت ایران در روز 9 تیر امسال در پاریس با شکوهی بیشتر از همیشه و با شرکت انبوه هموطنان و صدها شخصیت از کشورهای مختلف از 5 قاره جهان برگزار شد. در روزهای قبل و بعد از این گرد همایی بزرگ 3 کنفرانس با حضور شخصیت‌های برجسته و صاحب نظر در سطح بین‌المللی برگزار گردید. گرد همایی امسال در شرایطی برگزار شد که مسئله تغییر در ایران از یک موضوع نظری به کف خیابان‌ها کشیده شده و تب و تاب جامعه برای برانداختن استبداد مذهبی در دوران قیام‌ها اوج جدیدی به خود گرفته بود. هم از این رو برگزاری موفقیت آمیز این گرد همایی برای رساندن صدای قیام‌های مردم ایران به گوش جهانیان و شناساندن آلترناتیو دموکراتیک این رژیم بسیار مهمتر و تعیین کننده تر از سالهای قبل بود. در مقابل برای خامنه ای و نظام ولایت فقیه نیز بیش از همیشه حیاتی بود که به هر ترتیب مانع برگزاری آن شود یا با اقدام تروریستی به هدف خود دست یابد. خوشبختانه هر دو تلاش رژیم با شکست مواجه شد. اجلاس میان دوره‌ای شورا که در روزهای 14 و 15 تیر 1397 برگزار شد، اجتماع عظیم 9 تیر را نمادی درخشان از موقعیت جنبش مقاومت و جوشش یک عزم فراگیر میهنی و مردمی برای سرنگون کردن استبداد مذهبی توصیف کرد. به گزارش دبیرخانه شورا، اعضای شورا برگزاری پیروزمند این گرد همایی با حضور صدها شخصیت سیاسی و نمایندگان مجالس قانونگذاری و شهرداران و منتخبان مردم از کشورهای مختلف در 5 قاره جهان را به برگزار کنندگان و هموطنان تبریک گفتند و تأکید کردند در این اجتماع با شکوه آنچه تنین افکند شعارها و خواستهای قیام سراسری برای براندازی تمامیت رژیم ولایت فقیه و پایان ماجرای مبتذل اصلاح طلب اصولگرا و شعبده اعتدال و میانه رو شدن رژیم قرون وسطایی بود. جهان در گرد همایی ایران آزاد، بالا رفتن پرچم قیام و ایران آزاد با 1000 اشرف و ارتش آزادی، حمایت از شوراهای مقاومت و کانونهای شورشی و همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی را نظاره کرد. 48 در این گرد همایی خانم مریم رجوی با ترسیم سیمای قیام‌های جاری در ایران گفت: من از سوی مقاومت به اینجا آمده‌ام که همه هستی خود را برای پیروزی قیام ایران و برای آزادی، سرفرازی و شکوه ایران نثار کرده است. من به اینجا آمده‌ام که آنچه را شما قیام کنندگان می‌خواهید اعلام کنم. زمان سرنگونی است. پیروزی حتمی است و ایران آزاد می شود. من از سوی مقاومتی به اینجا اومدم که همه هستی خودش رو برای پیروزی قیام ایران و برای سرفرازی و شکوه ایران نثار کرده است. من به اینجا اومدم که آنچه را شما قیام کنندگان می خواهید اعلام کنم. شما قیام کنندگان در سراسر شهرهای ایران. بله، زمان سرنگونی است، پیروزی حتمی است و ایران آزاد می شود. خانم رجوی در ادامه یادآور شد که از قیام دیماه به این سو نوک کوه تغییر و سرنگونی در ایران نمایان شده و دکل کشتی پیروزی انقلاب دموکراتیک و آری از شیخ و شاه در چشمنداز است. مردم ایران با قیام‌ها و کانون‌های شورشی اهرم سرنگونی را به دست گرفتند. وی در ادامه گفت: ما معتقدیم که رهایی جامعه از گرانی، فقر، بیکاری، زاغنشینی، قحطی آب و فجایع زیست محیطی امکان پذیر است. اما قبل از هر چیز، حقوق سیاسی و مشخصاً حق حاکمیت پایمال شده مردم ایران باید اعاده و احیا شود. این خواستگاه مقاومت ما
و فلسفه وجودی شورای ملی مقاومت ایران است. اما سود اساسی رژیم همواره در این بوده و هست که توانایی این مقاومت و این جایگزین را انکار و از مماشاتگران در غرب برای سرکوب این جنبش استفاده کند. بنابراین در رابطه با ایران تا وقتی موضوع مقاومت و حق مقاومت و به رسمیت شناختن این مقاومت وارد معادلات نشده، نمیتوان خسارت‌ها و ضربات سیاست مماشات با فاشیسم دینی را جبران کرد. ما همواره گفته‌ایم و تکرار می‌کنیم که سرنگونی و تغییر دموکراتیک و برپایی ایران آزاد بر عهده خود ما و مردم ماست. ما در این حال از هر گونه عقب نشینی آخوندها استقبال می‌کنیم، زیرا هزار جام زهر در خدمت هزار اشرف است. امروز فرزندان رشید ایران در کار برپایی قیام‌ها سر از پا نمی‌شناسند. به زنان شجاع ایران که همه جا پیشاهنگ و پیشرو هستند درود می‌فرستم و درود به جوانان و اعضای کانون‌های شورشی که در اسارت و زندان هم با تأکید بر سرخ‌ترین نام یعنی هویت مجاهدیشان رژیم را وحشت زده می‌کنند. 49. در این گرد همایی بزرگ سخنرانان از اروپا و آمریکا و کشورهای عربی، از دموکرات و جمهوری‌خواه، از راست میانه تا چپ، به رغم همه اختلافاتی که در سیاست‌های داخلی خودشان دارند، در حمایت از مقاومت ایران و آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت و چشمانداز سرنگونی این رژیم وحدت نظر داشتند. آنها تصریح کردند در هر چیزی که با هم اختلاف داشته باشند، در اعمال یک سیاست قاطع علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران وحدت نظر دارند. رودی جولیانی گفت اکنون خیلی واقعی تر می توانیم پایان رژیم را ببینیم. وقتی مردم در خیابان‌ها روزانه تظاهرات می‌کنند، همانطور که در 142 شهر ایران کردند، همانطور که چند روز قبل در تهران تظاهرات کردند، وقتی این کار را ادامه می‌دهند، به رغم سرکوب شدید، به رغم ضرب و شتم شدید، به رغم دستگیری‌های گسترده یا به رغم اینکه بسیاری کشته می‌شوند، اما بر تعداد آنها افزوده می‌شود و گسترش و تداوم پیدا می‌کند، تا جایی که اکنون رژیم را تهدید به سرنگونی می کند. وقتی بزرگترین قدرت اقتصادی تاریخ جهان معامله با کسی را متوقف کند، نتیجه‌اش فروپاشی اقتصادی است که می بینیم و این بدتر خواهد شد، چون من تضمین می دهم که تحریم ها بیشتر و بیشتر خواهند شد. این رئیس جمهور قصد ندارد به رزمندگان آزادی پشت کند. در اینجا ما دولتی را با دولتی که نمی‌شناسیم جایگزین نمی‌کنیم. شما یک آلترناتیو دارید. آلترناتیوی دارید که زیر ساختی مستحکم دارد. با دموکراسی، حقوق بشر، ایران غیر اتمی، جدایی دین از دولت و حفاظت از حقوق زنان و همه اقلیت‌ها. این یک دموکراسی تمام عیار است. این آن چیزی است که شورای ملی مقاومت نماینده آن است. این آن چیزی است که خانم رجوی آن را نمایندگی می کند و این آن چیزی است که شهیدان شما برای آن جان باختند. However, here we're not replacing one government with a government we don't know. You have an alternative. You've got an alternative that's built on a solid foundation of 12 principles. Democracy, human rights, a non-nuclear Iran, separation of church and state, and the rights of women and of all minorities to be protected. My goodness, that sounds like a full-fledged democracy. That's what the NCRI stands for, that's what Madame Rajavi stands for, and that's what your martyrs died for. دوران مماشات تمام شده است. مماشاتگران خود را در برابر تاریخ شرمنده خواهند یافت. شما توانستید کانونهای شورشی را در سراسر ایران تشکیل دهید. این تظاهرات ها تصادفی نیستند. این تظاهرات ها محقق می شوند زیرا هماهنگ شده اند. برخلاف قیام 88. پیام این هماهنگی این است که ما دارای یک آلترناتیو هستیم.
چقدر ایران جای بهتری خواهد بود اگر به جای یک آخوند دیکتاتور قاتل به عنوان چهره ایران یک زن شجاع باشد. این زن شجاع نماد ایران مدرن و آزاد خواهد بود. آیا چنین خواهد شد؟ بله. کی خواهد شد؟ همین الان. و من می‌خواهم سال آینده در همین زمان این گرد همایی را در تهران داشته باشیم. 50. نیوت گینگریچ کاندیدای ریاست جمهوری و رئیس پیشین کنگره آمریکا گفت اگر شما برگردید و دوباره به سخنرانی فوق‌العاده خانم رجوی گوش بدهید و به سالهایی که او و تمام هموطنانش صرف این کار کرده اند، خطراتی که به جان خریده اند و فقدانهای دردناکی که شخصا متحمل شده اند فکر کنید، آزادی خواهد آمد. قیمت آن با خون وطن پرستان داده شده است. قیمت آن با رنج میهن پرستان پرداخته شده. قیمت آن توسط آنهایی که اراده کردند در مقابل دیکتاتوری بایستند داده شده است. شما بخش کلیدی این موضوع هستید. میخواهم بدانید که تمام آمریکایی‌هایی که دقایقی پیش این بالا بودند متعهد هستند که در کشورمان این پیام را برسانند که جنبشی وجود دارد. فرصتی برای آزادی و دموکراسی و حقوق برابر وجود دارد و آن جنبش امروز اینجا جمع آمده است و بسیار بزرگتر از هر جنبش دیگری است که می‌خواهد به ایران کمک کند. می‌خواهم بدانید این گرد همایی در ترکیب با آنچه که در ایران اتفاق می‌افتد و در ترکیب با سرسختی دولت ترامپ به ما یک فرصت واقعی می‌دهد که واقعاً بسیار سریع‌تر و در مسیر درست حرکت کنیم. اجازه بدهید به نوبه خودم در پایان بگویم که من خوشبین هستم. من مشتاقانه در انتظار روزی هستم که این گرد همایی بتواند در تهران در یک کشور آزاد برگزار شود. I look forward to the day that this meeting can be in Tehran in a free country. آقای انگلیش سپس در توییتی نوشت حدود 100,000 نفر در پاریس گرد آمدند تا خواستار تغییر دیکتاتوری حاکم بر ایران بشوند. گرد همایی ایران آزاد، قدرتمند، تأثیرگذار و انگیزاننده بود. رهبران از همه جهان به پاریس آمده بودند تا خواهان آزادی برای مردم ایران بشوند. 51. در آن سوی صحنه سیاسی آمریکا، سناتور توریسلی از حزب دموکرات گفت ما به عنوان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، لیبرال‌ها و محافظه‌کاران ممکن است که با هم اختلاف داشته باشیم. اما شما که به صدای من در تهران گوش می‌دهید، اشتباه نکنید. تک تک ما تا نابودی نهایی رژیم آخوندها پشت سر دونالد ترامپ هستیم. ما در کنار اشرفیان هستیم. ما در کنار مجاهدین هستیم. ما در کنار مردم در خیابان‌های ایران که برای آزادی می جنگند هستیم. ما برای آزادی ایستاده ایم و شما آخوندها برای دفاع از فسادتان، سرکوبتان و نفی آزادی ایستاده اید. You are in the fighting ring of history. We stand with the people of Ashraf. We stand with the MEK. We stand with the people in the streets of Iran fighting for freedom. We stand for freedom. You stand to defend your corruption, your oppression, the denial of freedom. One of us will win, one will lose. One will die, one will live, and I'm betting on us every day of the week. اگر شما فکر می‌کنید که تقسیم بندی درونی ما به این معنی است که یک روز حزب دموکرات به قدرت خواهد رسید تا شما را نجات دهد، اشتباه می کنید. ما در کنار پرزیدنت ترامپ برای نابودی نهایی رژیم و برای آن افراد شجاع در خیابانهای شهر تهران ایستاده ایم. همچنین بیل ریچاردسون، کاندید حزب دموکرات برای ریاست جمهوری، وزیر انرژی و سفیر پیشین آمریکا در ملل متحد گفت مانند بسیاری از همکارانم در اینجا که در پشت سرم مشاهده می کنید، دموکرات، جمهوری‌خواه، سناتورها، ژنرال‌ها، فعالان اجتماعی، رهبران سیاسی از اقصانقاط آمریکا
می‌خواهم شما بدانید از شما حمایت می‌کنیم. شما سرچشمه تغییر در ایران هستید. نسل جوان، زنان، مقاومت، جوانان شرکت کننده در اینجا. و من می‌خواهم به شما بگویم که بسیاری از مردم سوال می‌کنند که آیا آلترناتیوی در مقابل دیکتاتوری آخوندی وجود دارد؟ و جواب این است که بله. این آلترناتیو نیروی مقاومت است. مجاهدین خلق است. خانم رجوی است. I want to tell you, a lot of people ask, is there an alternative to the mullahs, to the dictatorship? And the answer is yes. It's the resistance. It's the MEK. It's Mrs. Rajavi. But it's you. چون شما کسانی بودید که علیه شاه جنگیدید. شما علیه دیکتاتوری جنگیدید. علیه دیکتاتوری مذهبی. شما در سنگرها جنگیدید و کشته شدید. و شما نماینده یک پلتفرم هستید. یک پلتفرم دموکراتیک برای آزادی و دموکراسی. شما از تساوی حقوق زن و مرد حمایت کردید. شما از منشور سازمان ملل و حقوق بشر حمایت کردید. شما از برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه حمایت کردید. پس من به عنوان دوستتان در اینجا به شما میگویم قدرت در دست شماست. قدرت در دست تک به تک شما در اینجاست. و هر کدام از شما هزاران نفر در ایران را نمایندگی میکند که میگویند نه به دیکتاتور و اصلاح طلب. لوئیس فری رئیس اداره تحقیقات فدرال در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون گفت من دو پیام کوتاه دارم. پیام اول به رزمندگان آزادی در ایران است. ما از شما حمایت می‌کنیم و با شما هستیم. ما از شجاعت و جرأت شما شگفت زده هستیم. شما در نوک پیکان آزادی هستید. پیام دوم خطاب به سرکوبگران در ایران است. به این رژیم تروریستی و به جنایتکاران است که شهروندان خودشان را دستگیر می‌کنند، شکنجه می‌کنند و می‌کشند. آن روز می‌رسد که نه تنها تغییر دموکراتیک به ایران خواهد آمد، بلکه دادگاه‌های جنایی در جامعه جهانی مملو از جنایتکارانی می‌شود که مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. آنها به پای میز عدالت کشیده خواهند شد و دادگاه جنایی بین‌المللی را شبیه یک دادگاه پر رفت و آمد خواهند کرد. با سلام، گزارش ها و خبرهای این ساعت را ادامه می دهیم. درخواست رسمی وزیر خارجه حکومت آخوندی برای بستن حساب های توییتری مربوط به مجاهدین و براندازی و تغییر رژیم در ایران به فضیحت بزرگی برای این رژیم تبدیل شد. گزارشی داریم در این رابطه. توییت شتاب زده جواد ظریف در روز یکشنبه 25 شهریور همراه با زمین سازی قبلی و به کارگیری مزدوران شناخته شده رژیم در یک برنامه خریدار شده تلویزیونی پس از آن صورت می‌گیرد که ماه گذشته مهمترین شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی مانند توییتر و فیسبوک صدها حساب مربوط به رژیم را به خاطر تقلب و سوء استفاده از پوشش‌های جعلی بستند. و از همین رو درخواست عجیب و موسک ظریف رسوایی مضاعفی برای این دیکتاتوری تروریستی به بار آورده و بازتاب داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای پیدا کرده است. در این رابطه خبرگزاری رویتر درباره توییت جواد ظریف خطاب به جک دورسی رئیس توییتر نوشت در ماه اوت شرکت فیسبوک، توییتر و آلفابت جمعاً صدها حساب مرتبط به عملیات تبلیغاتی منتسب به رژیم ایران را بستند. محمد جواد ظریف در توییت خود گفت سلام جک، توییتر حساب کاربران واقعی ایرانی شامل مجریهای تلویزیونی و دانشجویان را با فرض اینکه بخشی از یک عملیات نفوذ هستند بست. چطور است به ربات‌های واقعی در تیرانا که به برنامه تبلیغی تغییر رژیم در ایران ادامه می‌دهند نگاهی بیندازید؟
رویتر افزود وقتی از طرف خبرگزاری رویتر با توییتر در ایالات متحده تماس گرفته شد، توییتر از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. خبرگزاری رویتر سپس به پیگیری این ماجرا در رسانه‌های حکومتی پرداخته و می‌نویسد: رسانه‌های رژیم ایران، اسرائیل، عربستان و گروه‌های اپوزیسیون شامل مجاهدین خلق را که بعضی از اعضای آن در آلبانی مستقر هستند، متهم به بودن در پشت کمپین‌های شبکه اجتماعی می‌کنند که فراخوان به سرنگون ساختن حکومت اسلامی در ایران می‌دهند. و علی خامنه‌ای، ولی فقیه رژیم ایران، ایالات متحده و اسرائیل را متهم کرد که یک جنگ رسانه‌ای برای دلسرد کردن مردم در ایران به راه انداختند، در حالی که کشور با سختی‌های اقتصادی بعد از اعمال دوباره تحریم‌های ایالات متحده مواجه است. یورونیوز با عنوان درخواست ظریف از توییتر برای مقابله با کاربران آلبانی نوشت: توییت جواد ظریف هدف انتقادهای شدید قرار گرفت و بسیاری از کاربران در بخش نظرات نوشتند که نه ربات هستند و نه غیر واقعی و از آلبانی هم توییت نمی کنند. یورونیوز با یادآوری اظهارات قبلی ظریف در همین رابطه می نویسد: وزیر امور خارجه ایران روز 10 شهریور در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت روحانی نوشت: الان بیشترین حضور در توییتر از سوی ایرانیان و کسانی است که با ما رابطه خوبی ندارند و بیشتر هم از خارج هدایت می شود، مخصوصا از سعودی و آمریکا. یک حرکت بسیار گسترده‌ای در این زمینه مشاهده می شود. مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت درخواست رسمی وزیر خارجه حکومت آخوندی برای بستن حساب‌های مقاومت را اقدامی مضحک توصیف کرد و آن را ناشی از وحشت بزرگترین حامی تروریسم از قیام مردم ایران در آستانه تحریم‌های نفتی که از 13 آبان شروع می‌شود دانست. به دنبال توییت جواد ظریف، محمد محدثین در توییتی نوشت: یک اقدام مضحک. وزیر خارجه رژیم آخوندها برای پوشاندن فضاحت بستن حساب‌های رژیم در شبکه اجتماعی از توییتر خواست حساب‌های مقاومت را ببندد. وی تریتا پارسی و دیگر مزدوران و برنامه‌های کثیف خریداری شده تلویزیونی را هم به خدمت گرفت. این بیانگر وحشت بزرگترین حامی تروریسم از قیام مردم ایران در آستانه تحریم‌های نفتی است. یادآوری می‌کنیم در روز 30 مرداد ما فیسبوک و توییتر صدها صفحه و حساب کاربری مربوط به حکومت آخوندی را حذف کردند. توییتر نیز اعلام کرد امروز در همکاری با همتایان صنعتی ما 284 حساب توییتری را بستیم. طبق تحلیل موجود ما به نظر می‌رسد منشأ بسیاری از این حساب‌ها ایران بوده است. ناتانین گلایشر، رئیس سیاست امنیت سایبری فیسبوک گفت ما توانستیم این شبکه را به مطبوعات حکومتی در ایران مرتبط کنیم. این کار از طریق اطلاعات ثبت نام علنی و استفاده از آدرس‌های IP و اشتراک گذاری صفحات فیسبوک با مدیران مشابه صورت گرفت. مثلا بخشی از این شبکه کوست فور تروت نام دارد و مدعی است که یک سازمان مطبوعاتی مستقل است، حالان که در واقع با پرستیوی، یعنی شبکه انگلیسی زبان وابسته به رسانه حکومتی ایران در ارتباط است. به دنبال شرکت‌های فیسبوک و توییتر، کمپانی عظیم گوگل نیز از حذف حساب‌های تقلبی رژیم آخوندی برای انتشار اطلاعات دروغ خبر داد. گوگل اعلام کرد 58 حساب کاربری مرتبط با اقدامات رژیم آخوندی برای ارائه اطلاعات کذب در سراسر سیستم عامل‌های خود مانند یوتیوب، بلاگر و گوگل پلاس را حذف کرده است. کنت والکر، معاون ارشد شرکت امور جهانی در کمپانی گوگل نوشت این حساب‌ها به پخش برنامه‌های رادیو تلویزیونی رژیم ایران مرتبط هستند. این حساب‌ها ارتباط خود را با رژیم مخفی کرده بودند که این نقض قوانین و سیاست‌های ماست و به همین خاطر ما این گونه حساب‌ها را حذف می‌کنیم. وی افزود عوامل درگیر این نوع فعالیت نفوذ سیاست ما را نقض می‌کنند و ما این محتوا را از خدمات خود حذف می‌کنیم و حساب‌های این بازیگران را سد می‌کنیم.
دیلی بیست در گزارشی پیرابون حذف صفحات و حساب‌های مربوط به رژیم آخوندی توسط فیسبوک و توییتر به نمونه ای از کارزار شیطانسازی رژیم علیه مجاهدین و مقاومت ایران از طریق رسانه‌های خبری جعلی پرداخته و می‌نویسد این تحقیقات وقتی شروع شد که شرکت امنیت سایبری فایبر آی یک رسانه خبری جعلی آمریکایی به نام لیبرتی فرانت پرس را کشف کرد. دیلی بیست توییت های یکی از حساب های مرتبط با این کارزار را بازیافته است. حساب توییتری لیبرتی فرانت پرس علاوه بر موضوعات مربوط به آمریکا، مخالفان حکومت ایران از جمله سازمان مجاهدین خلق ایران را با هشتگ هایی همچون بند ترور اورگ سازمان تروریستی را ممنوع اعلام کنید هدف قرار میداد. سازمان مجاهدین مدافع سرنگونی حکومت مذهبی حاکم بر ایران است. به دنبال جواد ظریف وزیر خارجه حکومت آخوندی، مهدی نژاد سفیر رژیم در انگلستان نیز خواستار بستن حساب‌های مربوط به مجاهدین در توییتر شد. خبرگزاری حکومتی ایسنا نوشت مهدی نژاد از مسئولان شبکه مجازی توییتر خواست که به درخواست رسمی جواد ظریف در چارچوب وظیفه قانونی خود برای بستن حساب‌های جعلی که اقدام به ارسال هشتگ‌های براندازانه علیه نظام می‌کنند اقدام کند. سپاه پاسداران در ارگان خود فعالیت‌های اینترنتی مجاهدین را انگشت تروریست‌های توییتری روی ماشه اخبار توصیف کرد و با قیض نوشت مجاهدین خودشان رباتوار فعالیت ضد نظام دارند. دومین که در فضای توییتر ایجاد ربات می کنند. روزنامه حکومتی اعتماد از باند روحانی نیز در مطلبی با عنوان اپوزیسیونی از ربات ها استیصال حکومت آخوندی در قبال فعالیت های مجاهدین را برملا کرد و نوشت سیاست های همراهان دونالد ترامپ در کاخ سفید در حمایت از مجاهدین خلق در 6 ماه گذشته توجه بین المللی بسیاری را به سمت این گروه جلب کرده است. ریک پری وزیر انرژی آمریکا در سخنرانی روز دوشنبه خود در اجلاس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره دستگیری دیپلمات تروریست حکومت آخوندی اسدالله اسدی به خاطر توطئه بمبگذاری تروریستی در گردهمایی بزرگ مقاومت و دستگیری دو جاسوس رژیم در آمریکا گفت یک دیپلمات رژیم ایران در ماه ژوئیه تیرماه به خاطر فراهم کردن و تحویل مواد انفجاری به تروریست هایی که قصد داشتند در یک گردهمایی سیاسی در فرانسه بمبگذاری کنند دستگیر شد و در آمریکا وزارت دادگستری ما در ماه گذشته 2 فرد را به خاطر جاسوسی به نیابت از رژیم ایران دستگیر کرد. An Iranian diplomat was arrested in July for supplying explosives to terrorists seeking to bomb a political rally in France and in the U.S. Our Justice Department arrested 2 individuals last month for spying on Iran's behalf. So we are وزیر انرژی آمریکا در این سخنرانی نامه رئیس جمهور آمریکا به اجلاس آژانس را نیز قرائت کرد. دونالد ترامپ در این نامه تاکید کرده است ما باید تضمین کنیم که همه مسیرهای رژیم تهران به تسلیحات اتمی به طور دائم مسدود شود. وزیر انرژی آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود توافق اتمی با رژیم را توافقی ناقص خواند و افزود ما تحریم‌های کلیدی را مجدداً برقرار می‌کنیم و فقط در پی توافقی هستیم که به طور کامل به برنامه اتمی رژیم ایران فعالیت آن در زمینه تکثیر و اقدامات بی‌ثبات کننده آن پاسخ بدهد. تلگراف انگلستان فاش کرد که هکرهای رژیم آخوندی میلیون‌ها سند شامل اسنادی درباره تحقیقات حساس پیرامون نیروهای اتمی و دفاع امنیتی سایبری را از دانشگاه‌های انگلستان از جمله دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج به سرقت بردند و اکنون آنها را بر روی اینترنت می فروشند. تلگراف نوشت این اقدام هکری به طور خاص آزاردهنده است چرا که 6 ماه بعد از آن رخ می دهد که وزارت دادگستری آمریکا فاش کرد
هکرهای رژیم ایران دانشگاه‌ها در سراسر جهان را هدف قرار می‌دهند. مرکز ملی امنیت سایبری انگلستان نیز همین هشدار را تکرار کرده بود. تلگراف در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد هفته گذشته یک مقام وزارت خارجه آمریکا به شرکت‌ها در اروپا هشدار داد که یا از تحریم‌های جدید ایالات متحده تبعیت کنند و یا با اقدام تلافی جویانه ایالات متحده مواجه خواهند شد. این نقض امنیتی به معنای آن است که بالاترین دانشگاه‌های انگلستان عملاً از همکنون برای دور زدن تحریم‌ها که فروش اسناد آکادمیک به رژیم ایران را منع می‌کند مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ادامه خبرها توجه شما را به گزارشی از یک مقاله روزنامه فرانسوی لوموند درباره موقعیت بحرانی حکومت آخوندی با توجه به تحولات بین المللی، منطقه‌ای و داخلی که این رژیم را به نقطه تعیین تکلیف نزدیک کرده جلب می‌کنه. روزنامه فرانسوی لوموند روز 14 سپتامبر 2018 23 شهریور طی مطلبی با عنوان ایران طوفان نزدیک می‌شود می‌نویسد در حالی که مدت کوتاهی بیش از این به نظر می‌رسید همه چیز بر وفق مراد جمهوری اسلامی پیش می‌رود اکنون این رژیم هم در داخل کشور و هم در خارج کشور در موضع تدافعی قرار گرفته و به هر سو که می‌چرخد با مانع مواجه می‌شود به طوری که آشکارا نگران آینده خود در کوتاه مدت است لوموند پس از مرور تحولات منطقه و خروج آمریکا از برجام می‌افزاید سرمایه‌گذاران بزرگ اروپایی باز می‌گشتند اما رئیس جمهور جدید آمریکا دونالد ترامپ وعده‌های انتخاباتی خود را مو به مو اجرا کرد و توافقنامه اتمی وین را به رودخانه پوتومک در واشنگتن انداخت او از شعار محوری حزب جمهوری‌خواه آمریکا تبعیت کرد که طبق آن جمهوری اسلامی مادر تمام مصائب خاورمیانه است. این رژیم حزب الله را تا دندان مسلح کرده و جمله انبارهای انباشته از موشک‌های تهدیدکننده برای اسرائیل در اختیار آن قرار داده است. عراق را بی‌ثبات کرده و یک زرادخانه موشکی بزرگ نیز برای خود ایجاد کرده است. لومون در ادامه به تحولات قیام ایران و اعتراضات اجتماعی و تشدید تحریم‌ها علیه رژیم پرداخته و می‌نویسد ترامپ تحریم‌ها علیه رژیم ایران را مجدداً برقرار کرد و قرار است در ماه نوامبر تحریم‌های دیگری را نیز اعلام کند. این تحریم‌ها فروش نفت جمهوری اسلامی را دشوار خواهد کرد. شرکت‌های اروپایی که به آنها اخطار شد، باید بین بازار ایران و بازار ایالات متحده یکی را انتخاب کنند، در حال ترک ایران هستند و وضعیت اقتصادی این کشور مستمراً رو به وخامت می‌رود. از ماه آوریل ریال نیمی از ارزش خود را از دست داده و کار اعتراضات اقتصادی و سیاسی بالا گرفته است. تظاهرات خیابانی شمار زیادی از شهرهای کشور را به لرزه در می آورد. سخت سران رژیم بر محور علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران که خود به یک قدرت اقتصادی و نظامی بزرگ تبدیل شده است، حسن روحانی را به حاشیه راندند. روزنامه لومون درباره وضعیت رژیم در عراق و روسیه می نویسد وضعیت در عراق به عنوان یک تحت الحمایه خوب نیست. پروسه طولانی و پرفراز و نشیب تشکیل دولت جدید در بغداد مخالفت‌های فزاینده با مداخله رژیم ایران در امور داخلی عراق را حتی در بین شیعیان عراقی که کنسولگری جمهوری اسلامی در بصره را با آتش کشیدند نشان می‌دهد. روابط رژیم ایران با شرکای روسیه خود نیز مرحله دشواری را می‌گذراند چرا که اسرائیلی‌ها در برابر تهدیدهای رژیم ایران یک پشتیبان محکم به نام روسیه پیدا کردند و روس‌ها رژیم ایران را قانع کردند که از فاصله 85 کیلومتری مرز با اسرائیل فراتر نروند. لومون در بخش پایانی مقاله ایران طوفان نزدیک می‌شود درباره چشم‌انداز مذاکره آمریکا و رژیم نوشته است واشنگتن شرایط خود را برای مذاکره به رژیم تهران اعلام کرده و می‌گوید می توان درباره توافق وین دوباره به مذاکره پرداخت و لغو تحریم ها را مد نظر قرار داد
مشروط بر آنکه توافقنامه جدید زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی و سیاست منطقه‌ای آن را نیز در بر بگیرد. ایالات متحده می‌خواهد به این ترتیب دالان شیعه را برچیند. از نظر برخی ناظران این به مثابه درخواست خودکشی از جمهوری اسلامی است و طبعاً چنین مذاکره‌ای را رد خواهد کرد. از نظر برخی دیگر مانند دنیس راس، دیپلمات پیشین آمریکایی، رژیم ایران در لحظه مناسب، یعنی در لحظه‌ای که روحیه بازاری و معامله‌گر آن بر اراده سلطه بر منطقه بچربد، ممکن است راه سازش را برگزیند. اما هیچ تضمینی برای این چشم‌انداز وجود ندارد. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بر اهمیت شروع دور جدید تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های نفتی علیه حکومت آخوندی تأکید کرد و نسبت به تجارت با این رژیم هشدار داد. مایک پومپئو روز دوشنبه در پیامی اعلام کرد با آمدن 13 آبان قوانین متفاوتی در مورد هر کسی که بخواهد با رژیم ایران تجارت کند اجرا می‌شود. وزیر خارجه آمریکا افزود همکنون نیز کشورهای بسیاری دست به اقداماتی برای ترک ایران زدند. امارات متحده عربی با ارسال پیامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، ارسال سلاح توسط رژیم ایران برای شبه نظامیان حوثی یمن را نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت دانست. در این پیام که خطاب به دبیرکل سازمان ملل نوشته شده آمده است، رژیم ایران سلاح‌های پیشرفته از جمله موشک‌های بالستیک، هواپیماهای بدون سرنشین و مین‌های زمینی برای شبه نظامیان حوثی ارسال می‌کند و شیوه بکارگیری آن را به آنها آموزش می‌دهد که با این سلاح‌ها کشتار جمعی یمنی‌ها را انجام دهند. شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز اعلام کرد از روز شنبه 31 شهریور به پروازهای مستقیم خود از لندن به تهران پایان می‌دهد. بر اساس این خبر، آخرین پرواز این شرکت هواپیمایی از تهران به لندن نیز اول مهر خواهد بود. مقام‌های بریتیش ایرویز اعلام کردند از آنجا که فعالیت در مسیر لندن به تهران در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارد، ما این پروازها را به حالت تعلیق در می آوریم. ادامه خبرها. پاسداران جنایتکار خامنه‌ای دو هموطن آذری و بلوچ را به قتل رساندند و یک کولبر زحمتکش کرد را با شلیک گلوله زخمی کردند. در شهر بناب، ماموران سرکوبگر انتظامی در بازداشتگاه کلانتری یک جوان از اهالی این شهر را زیر شکنجه به قتل رساندند. به هنگام تحویل پیکر این جوان به خانواده‌اش، مدعی شدند که او در بازداشت دچار ایست قلبی شده است. خانواده وی گفتند پیکر فرزندشان پر از آثار شکنجه و کبودی بوده است. در مرز زهک در سیستان و بلوچستان نیز ماموران جنایتکار خامنه‌ای هموطن محرومی را که برای امرار معاش خانواده خود دو گالون بنزین حمل می‌کرد با شلیک گلوله کشتند و تا ساعت‌ها اجازه نمی‌دادند خانواده‌اش پیکر او را از بیابان بردارند. با عرض سلام خسته نباشی، خانواده ای که ظاهراً بچه‌هاشون به خاطر بچه یاش خانم به خاطر دو تا گالون بنزینی که برای بچه‌هاش بره مداد و دفتر بگیره، مأمور خیلی راحت تیر میکنه بدون اینکه خانواده‌اش خبر بشن. چند سال بوده بچه توناش خانم؟ خبر نداشتی که وقتی زدن تا زمان خبر شدی؟ هشت ساعت یعنی معمولا زدن نرفتن جمعش نکردن شما اطلاع ندادن؟ شما خونه زندگی تو نمینه؟ هم نه خونه زندگی هم نه خیلی ظلمی. یک خانواده ای و پرش تا بچه به خاطر دو تا گالون بنزین، بعدم به گفته خودشون پاسگاه خیلی راحت جواب میداده که ما بچه‌تونو ندار کجا فلان، بعد از 7 ساعت 8 ساعت مأمور بزنه خانواده ای رو بچه‌شو، بعدم نره نیاره که بعد 8 ساعت بنزین بره بچه‌شونو بیاره. در منطقه مرزی سردشت نیز ماموران جنایتکار رژیم به گروهی از کولبران محروم شلیک کردند که یکی از آنها زخمی شد.
بر اثر ریزش معدن زغال سنگ آب میل در استان کرمان در عصر روز یکشنبه متاسفانه یک کارگر جان باخت و 7 تن دیگر نیز مجروح شدند. معدن زغال سنگ آب نیل در 20 کیلومتری کرمان قرار دارد. به دنبال اوجگیری بحران در رأس حاکمیت آخوندی، احمدی نژاد رئیس جمهور قبلی رژیم که دو معاون وی توسط قضائیه رژیم اخیراً به زندان محکوم شدند، برادران لاریجانی، رؤسای دستگاه قضایی و مجلس رژیم و همچنین آخوند حسین طائب، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران را مورد حمله قرار داد. احمدی نژاد از جمله گفت: من مخالف بودم دو تا برادر رئیس دو قوه باشن، این جرمه؟ حالا باید ما مجازات بشیم؟ این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من از مخالف بودم با من رئیس جمهور، بودم ایشون تعادل نداره، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. ما بودم ایشون بیاد تمام روابطو با هم میزنه، اصلا کارش پرونده سازیست. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون. بخواد معلوم باشه ایشون با چه مبنایی داره کار میکنه در این کشور. هر نهادی واسه خودش یه زندان داره، اینا خلاف قانونه. آخوند خامنه‌ای مصباح یزدی درباره رشد مخالفت با نظام ولایت فقیه در حوزه قم گفت: عده‌ای به عنوان تکلیف واجب شرعی نظام اسلامی را تضعیف می‌کنند. خدا روزی را نیاورد که حوزه علمیه زمینه تضعیف اسلام را فراهم کند. وی در حالی که رژیم آخوندی را اسلام می‌نامید افسود: امروز صدر تا ذیل باورهای اسلامی در معرض تشکیک قرار گرفته و شیاطین هر روز راه‌های جدیدی را برای تخریب اعتقادات مردم ابداع می‌کنند. بینندگان عزیز، در پایان اخبار این ساعت، پس از عناوین خبرها برنامه‌ای به یاد شهیدان مجاهد خلق در رشت پخش می‌شود. همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.